چهارمین ویدیو از مجموع ویدیوهای مربوط به صفات و خلقیات آدمی منظورم اصطلاحاتی که واسه آدما به کار میره لینک ویدیوهای قبلی و بعدی رو هم گذاشتم توی بخش توضیحات میتونید ببینید اگه دوست دارید کلی اصطلاح و کلمه جالب و باحالیات یاد بگیرید تا آخرین ویدیو با من همراه باشید من مالک میرزایی هستم مورد 23 آن اسمایلینگ آن یعنی سرسنگین اسمایل یعنی لبخند زدن خندیدن آن یعنی سرسنگین کسی که سرسنگینه ببینید فیلمو صدایی روی تصویر اینو میگفت میگفت هنری وازن آلویز آن سمایلینگ دات سامر هنری وازن آلویز آن دات سامر یعنی هنری اون تابستون همیشه سرسنگین نبود یا میتونیم به این صورت روانتر ترجمه کنیم هنری کل اون تابستون رو سرسنگین نبود ببینید هنری هنری همیشه سرسنگین نبود بعد آخرش میگه that summer اون تابستون always on that summer کل اون تابستون رو سرسنگین نبود always یعنی همیشه on a یعنی سرسنگین summer یعنی تابستون دوباره ببینید The Henry wasn't always unsmiling that summer. The Henry wasn't always unsmiling that summer. موارد 24 و 25 و 26 یه تیکی فیلم میخوام بهتون نشون بدم که توش سه تا صفت به کار رفته سه تا صفت اینو هستن هوملس هوملس یعنی بی خانمان کسی که از خودش خونه زندگی نداره بدبخت بیچاره از این کارتون خوابا رو میگن کریزی کریزی یعنی دیوونه old old یعنی پیر ببینید فیلمو two old, two old, two old خانم اینو گفت توی تصویر two old homeless crazies two old homeless crazies دو تا دیوونه بی خانمان پیر ببینید وقتی چند تا صفت پشت سر هم میان از آخر به اول ترجمه می کنیم توی انگلیسی ببینید از آخر با اول تو old homeless کریزیز دوتا دیوونه بی پیر اولد یعنی پیر هوملس یعنی بی خانمان crazy یعنی دیوونه اون اسی که در آخر کریزی میبینید اس جمعه اس جمع برای اینکه دوتا بودن دوباره فیلمو سیاحت کنید تو اولد هوملس کریزیز تو اولد خب مورد بعدی که خدمت تو معرفی میکنم کر هست ناشنوا توی انگلیسی با آدم ناشنوا میگن دف دف یعنی کر ناشنوا دی ای -E ای اف ببینید فیلمو yeah, you. You yeah, you. You yeah, you. You پسره عصبانی بود خیلی تون صحبت میکرد به طرف مقابلش گفت You, you there for something. You don't hear me? You, you there for something. You don't hear me? تو کر یا یه چیزی تو مایا هستی؟ تو صدا ما نمیشنوی؟ دف دف یعنی کر اصطلاح جالبی که در اینجا وجود داره or something هست or something یعنی یه چیزی تو این مایه ها. وقتی میپرسه you deaf or something یعنی تو کری یا یه چیزی تو این مایه هستی منظورش یه چیزی تو این ها یعنی کمشنوا you deaf or something تو کر یا یه چیزی تو این مایه ها هستی سوال دومش اینه You don't hear me? You don't hear me? نمیشنوی چی میگم؟ دوباره ببینید Yeah you, تو یه بعدی چهار تا ویژگی جدید معرفی میکنم این چهار تا رو Tall. تال یعنی قد بلند Handsome. Handsome. یعنی خوشتیب. خوشرو خوش, تیب, خوش, روح, خوش قیافه. Charismatic. charismatic یعنی پرجاذبه تاثیرگذار، گذار amusing, amusing یعنی بامزه، سرگرم کننده حالا فیلمش رو ببینید تا بهتر متوجه بشید چی میگن این از اون ویدیوهای خیلی جالبه یه چیزای خیلی خوبی توش میشه یاد گرفت ببینید اول جمله رو تکرار میکنم اینو گفت He was neither tall nor handsome, charismatic or amusing. دوباره. He was neither tall nor handsome, charismatic or amusing. معنی شیم میشه. اون نه قد بلند بود نه خوشتیب. نه پر جازبه بود نه بامزه. ببینید. اول صفات رو میگم. Tall یا tall به معنای قد بلند. Handsome یعنی خوشتیب. خوش روح، خوش قیافه، خوشتیب. charismatic یعنی پرجاذبه توجه کنید charismatic یعنی پرجاذبه گذار امیوزینگ یعنی بامزه سرگرم کننده اینا صفات بودن اما نکات جانبی این کلمه رو در نظر بگیرید نیدر نیدر یا نایدر اینجا تلفظش کرد نایدر هر دو درسته هم نیدر تلفظ میشه هم نایدر توجه کنید که نمیگیم نیزر یا نایزر این مثل دالزال عربی تلفظ میشه دالزال عربی ببینید نیدر نایدر به کمک زبون و دندون ها نایدر اینجا گفت نایدر خب معنیش چیه نایدر یعنی نه این نه اون هیچ کدوم وقتی بخوایم بین دو تا بگیم هیچ کدوم از نیدر یا نایدر استفاده میکنیم مثل همینجا کلمه جالب بعدیش نور هست ببینید نیدر نور یا نایدر نور این دو تا خیلی وقتا با همدیگه میان نیدر نور یا نایدر نور به معنای هیچ از این دوتا موقع نفی همزمان دو کلمه یکی رو بین نایدر و نور و یکی رو بعد از نور میاریم درست مثل همینجا ببینید گفته نایدر تول نور هنسم Neither تول nor, nor handsome. یعنی نه قد بلند نه خوشتیب ببینید Neither تول نور هنسم نه قد بلند نه خوشتیب اون دو مورد بعدی هم در ادامه همینا معنی میشن Charismatic or amusing. نه تاثیرگذار گذار و پر جاذبه نه بامزه طرف گفت neither handsome او نه قد بلند بود و نه نه پر بود نه بامزه یه بار دو بار دیگه ویدیوی اصلی رو ببینید تا بهتر واسه جا بیفته handsome, handsome, دو مورد بعد اینا هستن playboy playboy یعنی دختر باز و مورد بعدیش تایکون تایکون یعنی آدم پولدار با نفوذ یعنی آدم کل گنده مثل این دارهایی که تو سیاست نفوذ دارن مثل این نمیدونم پولدارهای موفق قدرتمند با نفوذ کسانی که نفوذ دارن تو های سیاسی اینا اینا رو بهشون میگن تایکون ببینید playboy than tycoon. Al, he's more playboy than tycoon. آقای اینو گفت گفت ال هی از مور تایکون ال او بیشتر از اینکه یک ثروتمند با نفوز باشه یک دختربازه اول عکس ال رو نشون داد بعد در موردش توضیح داد ال ال او بیشتر از این که یک ثروتمند با باشه یک دختر بازه پس چی شد پلی بو یعنی دختر باز تایکون یعنی آدم با نفوذ گنده آدم پولدار و موفق و پرنفوذ میشه تایکون دوباره ببینید Now he is more playboy than, Now he is more playboy than از این ویدیو. ممنونم که تا آخر با من همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود، خواهش میکنم لایکش کنید. اگه دوست دارید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگولی توپور رو هم بزنید که اگه آموزش جدیدی منتشر شد اول از همه مطلع بشید. ضمن اگه میخواید بیشتر ما رو خوشحال کنید یه دونه کامنت برای ما بذارید. یا کامنتتون انگلیسی باشه یا فینگلیش باشه. فارسی نذارید لطفاً. هاتون خندان و قلبتون پر از شادی باشه.